مثل مشترک که از دو تیم ایجاد شده روی چی مسائل مشخصا بحث میکنه و بحثایشان چقدر پیشرفت کرده؟ شش موضوع است که در اون پروگرام اصلاحی حکومت باید اجرا شد: صلح و مصالحه، امنیت و ثبات، حکومت داری خوب، اقتصاد متحرک و تولیدی، اصلاحات در سیستم عدلی و قضایی ما و اصلاحات در شیوه نظام انتخاباتی ما. این شش موضوع موضوعات است که به تفصیل با ملت افغانستان در چارچوب انتخابات شریک شده و ملت تقاضای تحول داد. دکتر صاحب، در حالی که هر دو کاندید موافقه کرده که نتایج انتخابات می پذیره، اما در این حال یکی از هوادارای تیم دکتر صاحب عبدالله و والی بلخ خطا محمد نور گفته که اگر دکتر صاحب عبدالله کامیاب نشه و تفتیش آرا به طرف ثابت نشوه، دست به قیام خواهد زد. قیام؟ با کی؟ با چی؟ بایی که کاندید درخواهشان کامیاب نشه. کاندید درخواه چناک انتخابات چناک درخواه است. دکتر صاحب، اگر انتخابات به نفع شما تمام میشه و شما رئیس جمهور افغانستان میشین، در این زمان چنین قیام های میشه در افغانستان، عکس‌العمل شما چی خواهد بود؟ قیام نمیشه، چون ما از قیام ها جلوگیری کردیم. بعد حاکمیت قانون تأمین میشه، هر فرد به اندازه جایگاه خود صحبت خود کرد و مسئول خود بود. بله دکتر صاحب، شما در جریان کمپانیتان میگفتیم که هیچگاه نمیخواین قدرت با دیگران شریک کنین، اما چی باعث شد که دست به همچون تفاهم زدین با کاندید مقابلتان با دکتر صاحب عبدالله؟ اول روز اولی که من ثبت نام کردم، پس بانیمه ببینیم تبشق خدمتان است، اگر نباشه ما خدمتان بیدیم، گفتیم که انشالله اطلاع ما باور داریم که تیم پیروز میشه. اما تیم پیروز در افغانستان همه چیز انحصار کرده نمیدونه و ضرورت به ایجاد یک دولت وحدت ملی است تا ما بتانیم با یک برنامه واحد کاری تمام مشکلات افغانستان حل کنیم. تقسیم قدرت میان دو کاندید نخواهد بود؟ همه تقسیم قدرت به شکل عنعنوی که ای چند وزارت از توز، ای چند وزارت از مز، بنابری تو خودت اختیار نداری که از این وزارت پرسان کنی، من اختیار ندارم که از این وزارت، اون نوع تقسیم قدرت مطرح پست اجرایی هم صحبت های شده و در این مورد سخنان زید و نقیز گفته میشه، خصوصا از طرف هر دو جنا گفته میشه که پست ریاست یا ریاست پست اجرایی با کاندید بازنده داده خواهد شد. موقف شما و موقف تیم شما چی هست؟ ما موافق هستیم که پست رئیس اجرایی به فرد که تیمی که انتخابات باخته داده میشه، اما او فرد اختیار داره که یا خود معرفی کنه و یا فرد دیگه رو معرفی میکنه و کسی که رئیس جمهور میشه صلاح تأثیر داره که رو قبول کنه و یا رد کنه، چون فضای تفاهم باید موجود باشه. پست ریاست اجرایی به تیم بازنده از طرف شما داده شد و شما احتمالا برنده انتخابات شوین، موقف احمد ضیا مسعود که قبلا برش پست اجرایی وعده شده بود در تیم شما چه خواهد بود؟ جناب منصب احمد ضیا مسعود از شخصیت های ملی است، یک عضو کلیدی این تیم هستند و در مقام تصمیم گیری مشترک از این تیم باقی خواهد ماندن.